سوم رجب المرجب مصادف است با شهادت امام هادی علیه السلام در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام جهان تشیع یک پارچه ماتم و عزا شد شیعیان در سراسر جهان با پرپایی مجالس و محافل عزا شهادت امام هادی علیه السلام را به اذاداری پرداخته و این ماتم و عزما را به ساحت امام زمان علیه السلام تعزیت گفتند شهرهای مقدس عراق نیز که مراقد اهل بیت علیهم السلام را در خود جای داده شاهد حضور گسترده موکبهای عزا و دستجاد عزاداری بود در این بین اما شهر سامر را حال و هوای دیگری داشت شیعیان از سراسر کشور عراق و جهان خود را با وسیله های گوناگون به شهر سامر را رسانده و در حرم مقدس امامین عسکریین علیهم السلام به اقامه عزا پرداختند بسیاری از شیعیان نیز در این ایام با پای پیاده به زیارت حرم امامین عسکریین علیه السلام مشرف می شوند و ایام عزای امام دهم را گرامی میدارند. دارند. شایان ذکر است با توجه به تعطیلات نوروزی حضور پرجمعیت زائران ازادار ایرانی در حرم مقدس امامین عسکریین علیه السلام کاملا محسوس است. علی ابن محمد ابن علی ابن موسی علیه السلام مشهور به امام هادی علیه السلام فرزند امام جواد علیه السلام و دهمین ده پیشوای شیعیان است. امام هادی علیه السلام به لقب دیگری مانند نجیب، مرتضا، نقی، عالم، فقیه، امین و طیب نیز شهرت داشته و کنیه ایشان ابوالحسن است. از دهمین ده پیشوای شیعیان احادیثی در امور اعتقادی، تفسیر، فقه و اخلاق روایت شده و بخش قابل توجهی از روایات آن حضرت درباره مباحث کلامی از جمله تشبیه و تنزیه و جبر و اختیار است زیارت ارزشمند جامعه کبیره که ابعاد گوناگون امامت در آن مطرح شده و زیارت قدیری نیز از آن حضرت روایت شده است امام هادی علیه السلام که در زمان حیات خود تحت نظر شدید خلفای عباسی بودند سرانجام در سگی ماه رجب سال 254 قمری مسموم شده و به شهادت رسیدند